آغوش باز غنی و عطا برای طالبان. با سلام و وقت بخیر، خوش آمدیم به خبرهای امروزی چینل پرستو تیوی. امیدوار هستیم تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رئیس جمهور و وزیر دولت در امور صلح با خانم کرن دیکر معاون سفیر ایالات متحده آمریکا و آقای دنت پرادیسیو مسئول پذیرش صلح سفارت این کشور دیدار و روی پیشرفت‌های روند صلح و موضوعات مرتبط با مذاکرات قطر گفتگو کردند. طبق معلومات وزارت دولت در امور صلح افغانستان، خانم کرن در این دیدار با اشاره به مذاکرات ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوحه گفته است که طالبان پلان کاهش خشونت با دولت جمهوری اسلامی افغانستان را پیشنهاد نموده و این گروه جزئیات پلانشان را شریک خواهند کرد. در خبرنامه این وزارت همچنین آمده است که عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح در مورد رهایی زندانیان در صورت امضای توافقنامه صلح گفته است که امور مربوط به زندانیان طالبان در حیطه صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است و بدین منظور حکومت اقدامات لازم و مؤثر را روی دست دارد. عبدالسلام رحیمی همچنین درباره تلاش‌های اخیر وزارت دولت در امور صلح گفته است که دیدارهای وی با سیاسیون نتیجه بخش بوده و بیانگر این مسئله است که در بسیاری از مسائل روند صلح اکثر سیاسیون با حکومت همصدایی دارند و حکومت نظریات و پلانهای تمام سیاسیون را در نظر می گیرد. نماینده خاص رئیس جمهور گفته است که بخاطر تقویت اجماع سیاسی روند صلح وزارت به تلاشهای خود ادامه می دهد. این دیدار در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به گونه مشروط به نمایندگان این کشور در گفتگوهای صلح اجازه داده است که با طالبان توافق کنند. در همین حال به گفته منابع حکومت افغانستان هم برای گفتگوهای مستقیم با طالبان آمادگی کامل دارد و در مرحله نخست این گفتگوها زندانیان تبادله خواهند شد. در همین حال دشمن دیروز طالبان عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان اخیراً پلانی را زیر عنوان پلان صلح فراگیر برای افغانستان، چگونگی آغاز مذاکرات صلح با طالبان و اقدامات بعد از توافق صلح با این گروه مورد بررسی قرار گرفته است. کارشناسان و فعالان عرصه صلح افغانستان پلان صلح عطا محمد نور را فراگیر و از بهترین پلانها دانستند که برای صلح در کشور عملی شود. عبدالستار مراد وزیر پیشین اقتصاد کشور و مسئول کمیته صلح رهبران و احزاب سیاسی با تاکید بر اینکه صلح از آب و نان برای مردم افغانستان مهمتر است گفت پلان صلح عطا محمد نور اولین پلان از 17 پلانی بود که بر بنیاد تحقیق علمی تهیه شده و به کمیته صلح رهبران و احزاب سیاسی رسیده است تا در پلانی که قرار است از سوی رهبران معرفی شود از آن استفاده خواهد شد. آقای مراد افزود در پلان پیشنهادی عطا محمد نور ریشه های بحران افغانستان، بحران جانشینی و انتقال قدرت، ساختار نظام سیاسی بر مبنی تمرکز زدایی بیش از حد قدرت و اقدامات بعد از توافق صلح بررسی شده و راه حل‌های مفید و نتیجه بخش پیشنهاد شده است. عبدالحکیم مجاهد عضو پیشین گروه طالبان عضو کنونی شورای عالی صلح هم گفت در پلان صلح پیشنهادی عطا محمد نور جوانب ملی، منطقوی و بین المللی منازعه افغانستان بررسی شده و همچنین بر تضمین و حمایت بین المللی و منطقوی بعد از توافق صلح تاکید شده که از اهمیت خاص برخوردار هست. او با اشاره به شکست حکومت مجاهدین گفت که حمایت سیاسی و مالی جامعه بین المللی بعد از توافق صلح بسیار اهمیت دارد و اگر این حمایت ها صورت نگیرند، افغانستان بعد از توافق صلح دچار کشمکش ها و منازعات جدید خواهد شد. فوزیه کوفی نماینده پیشین مردم بدخشان در ولسی جرگه هم گفت که پیش از این تمامی بحث ها روی شکلیات مذاکره با طالبان بوده و پلان عطا محمد نور اولین موردی است که در آن روی محتوای مصالحه با طالبان توجه شده است. خانم کوفی با اشاره به اینکه حکومت و سیاسیون باید با پلان واحد و فراگیر روی میز مذاکره با طالبان بشینند و حکومت هم باید از
خودخواهی خود در مورد صلح پایین بیاید، هشدار داد که اگر پلان‌ها واحد نشود، جانب نظام جمهوری در مذاکره با طالبان شکست خواهد خورد. او گفت که پلان صلحی که عطا محمد نور پیشنهاد کرده و درستی تمام نگرانی‌های بعد از توافق صلح و چگونگی شکل‌گیری نظام سیاسی آینده را بررسی و مکانیزم تقسیم قدرت را پیشنهاد کرده است. و گفته او اگر بعد چگونگی ادغام 80 تا 85 هزار جنگجویی که طالبان ادعا می‌کنند دارند جدی گرفته نشود، آنان خود تهدید بالقوا بعد از توافق صلح هستند و به احتمال پیوستن آنها به داعش و دیگر گروه‌های تروریستی وجود دارد. این در حالی است که در پلان صلح پیشنهادی استاد عطا محمد نور در جریان مذاکره بر حفظ نظام جمهوریت و حراست از حقوق اساسی باشندگان مندرج قانون اساسی، ضمانت طالبان برای مبارزه با افراد مسلح و گروه‌های تروریستی و اشتراک سیاسی شامل جبهه مقاومت ضد طالبان، جبهه سیاسی و نظامی طالبان و جبهه عصر جدید جمهوری خواهان تاکید شده است. در این پلان تشکیل حکومت عبوری با مکانیزم‌های مشخص پیشنهاد شده و همچنین تاکید شده که نهادهای ریاست جمهوری و نهاد صدارت، رهبری تمامی نهادهای امنیتی، وزارت مالیه و وزارت امور خارجه غیر قابل معامله با طالبان است. همچنین تضمین ملی، منطقوی و بین‌المللی در جریان مذاکرات و بعد از توافق صلح با طالبان هم در این پلان تسجیل و پیشنهاد شده است. سپاس از اینکه تا پایان ویدیو امروزی با ما همراه بودین. فراموش نکنید چینل پرستو تیوی را سابسکرایب کنید و نظریات و پیشنهادات و انتقادهای سازنده خودتان را در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید. وقت شما خوب و خوش باشه. خدا نگهدار.